با سلام آغاز میکنیم جلسه دهم از پودمان دوم رو. من فرصتید به استفاده چند رسانه‌ای در صفحه وب. انواع عناصر چند رسانه‌ای میتواند شامل متن، صوت، گرافیک و یا پویانمایی باشد. یک مرورگر فقط توانایی نشان دادن متن و تعداد محدود تصاویر را دارد. اما انواع فراوان و مختلف پرونده‌ها روی وب وجود دارند. برای اینکه مرورگر به توان انواع پرونده ها را نمایش دهد به برنامه های کمکی نیاز دارد. یک مرورگر وب ممکن است قادر به اجرا و نمایش برخی از پرونده ها یا سرویس های وب نباشد. بنابراین مرورگرها به نرم افزارهایی نیاز دارند که با نصب روی مرورگر بتوانند سرویس مورد نظر را اجرا کنند. به این برنامه ها افزونه یا حالا پلاگین میگویند. می‌رسیم کارگاه دو، درج تصویر در صفحه وب. گفته برای درج تصویر درون صفحه وب ابتدا تصویر را در ابعاد و قالب مناسب ایجاد کرده. درون یکی از پوشه‌های در نظر گرفته شده برای تارنما قرار می‌ده. معمولاً تصاویر درون پوشه ایمیجر ذخیره می‌شوند. برای درج تصاویر کالا در صفحه وب فروشگاه محصولات ایرانی این کارگاه را انجام می‌ده. برای درج تصاویر کالاها در صفحه وب فروشگاه محصولات ایرانی این کارگاه رو انجام میدیم. سه تارنمای ایرانی اشاپ و حالا صفحه وب فروشگاه محصولات ایرانی رو باز کنید. محل درج تصویر رو به وسیله مکان نما تعیین کنید. تصویر کالا رو درج کنید. گفته که از منوی اینسرت رو گزینه ایمیج کلیک کنید تا پنجره درج تصویر ظاهر بشه. تصویر مورد نظر رو انتخاب و دکمه اوکی رو کلیک کنید. از عمل کشیدن درگ اون تصویر که توی پوشه ایمیج هستم روی صفحه میتونید استفاده کنید. یادداشتی آورده گفته برای درج تصاویر تو پوشه ایمیج تارنما دکمه سایت روت رو کلیک کنید. ببینید این سایت باید به این صورت باشه. دوست عزیز ما اول داریم اینو تنظیم بکنیم برای قرار دادن عکس، بعد بریم سراغ درج تصاویرمون. حالا شما از اینجا اگه اون سایت رو که ایجاد کرده بودین رو میتونید باز کنید و ولی من یه صفحه رو که قبلا ایجاد کرده بودم به اسم حالا شاپ تیبل رو من بازش میکنم. یه تو جلسات قبلی اینو ایجاد کرده بودیم با هم دیگه. من اینو قسمتی که من ارزش کمتر میکنم. یه پنل توی سمت راست سایت خودمون داریم. خب میام insert تیبل کلیک میکنم، سطر رو میدم 4 و کالم نیست میکنم میدم 1. توی این قسمت هم عرض جدول همون 180 فعلا در نظر میگیرم. اوکی میکنم. بردارش هم اگه خواستیم میتونید شما یک در نظر بگیرید. بعد من یه مقدار دیگه اینو جمع‌ترش میکنم. ببینیم به چه صورتی خوب مناسب این صورت. این مقدار باستر میکنمش صورت این صورت. خب میام تو این بخش تایپ میکنم جستجو اینجور میکنم و یه تاییدم باید اینجا بذارم. میام توی این بخش جستجو وارد قسمت کد میشم. میام توی این بخش توی این تگ پی خودم الاین رو رایت در نظر میگیرم. برمیگردم تو دیزاین به این صورت. بذارید من با یه نام دیگه ذخیره بکنم اینجا. اسم تیبل
شاخه تو مثلا میذارمش اینا. خب میام تو این بخش، تو این بخش باید تایپ بشه منوی مفید. میام تو کد صورت بلیه این آدم گرمترش میکنم. خب ولی اینجا باید تصویر رو نرش بکنیم. خب من برمیگردم به کتاب. گفته که اندازه تصویر رو تنظیم کنیم. برای تنظیم اندازه تصویر پس از انتخاب تصویر پنل پراپرتیز صفت های ویت و هایت رو میتونیم تنظیم بکنیم. خب بلیه من یه تصویر اول نرش بکنم. ببینید من یه فولدری دارم اینجا که تصاویرم داخل این فولدر هستش. همینجوری که میبینید و ببینید این الان محلی بود که من قرار داشتم. اینم فولدر پیکچرمه. تصاویرم تو این فولدری که اسمش گذاشتم پیکچر. حالا شما تو اون فولدر ایمیج هم میتونید بذارید یا قرار بدید، فرقی نداره. من اینجا این عکس رو انتخاب میکنم وارد میکنم. همینطور که میبینید اینجا اندازه تصویر بسیار بزرگی. شما میایین اینجا اینو اندازش رو تغییر میدین، ارزش رو به این صورت براتون چی میشه؟ تنظیم میشه. اینجا تصویر بعدی رو هم وارد میکنم. اگه خواستید میتونید دو تا سطر دیگه هم اینجا اضافه بکنید که برای خرید و برای قیمت و خرید کالا رو میتونید داخلش درج بکنید. مثلا به این صورت اینو تقسیمش میکنم، اینو میارمش جمع‌ترش میکنم. این صورت تصویرم اینجا میارم. insert image تصویر پسته هستش داره. خب اینم 170. خب به این صورت تصویر اینجا رو میتونم باز جمع‌تر بگیرمش. عکس خودم این مقدار اینجا بازترش کنم، اینجا میتونم درج کنم قیمت و خرید کالا. بعد بیام توی کد قیمت و خرید کالا. توی این وقت میتونم تگ پی ام حالا ایجاد بکنم، اینو الاینش رو رایت بکنم. یا ببینم اینجا اجازه میده به این صورت من ذخیره میکنم. خب به این صورت ببینید من خروجیم. گفتم برای اینم شما میتونید این قسمت رو به دو بخش تقسیم کنید و به این صورت براش در نظر بگیرید. این داخل این بخش که باید یه جدول درسی هم ایجاد بکنم. فعلا همین کافیه تا من کافی من چند تا عکس دیگه اینجا وارد میکنم. مثلا میدم
اندازه ها رو خودتون به صورت دستی باید چکار کنید، تنظیمش بکنید. اگر به هم ریخت این از این بخش، ما بقیه خونه ها رو باز به همین روش چکار میکنید؟ تصاویر رو داخلش وارد میکنید. بعد به این صورت اینم سنتر میکنیم. این تا اینجا ما بقیه خونه ها هم گفتم خودتون فقط باید عکس ها رو واردش بکنید و ویتو هایدش رو برایش تنظیم بکنید. کنجکاوی گفته چجوری میتونیم عرض و ارتفاع تصویر رو متناسب با هم دیگه تغییر بدیم. ببینید برای اینکه ما بتونیم عرض و ارتفاع به صورت متناسب با هم دیگه حالا تغییر بدیم، یه گزینه اینجا هستش. ببینید این علامت قفله که اینجا من بزنم، شما میتونید دیگه عرض و ارتفاع به صورت متناسب با هم دیگه تغییرش. بعدش گفته حالا واحد اندازه‌گیری این صفت‌ها چیه و آیا قابل تغییرن یا نه. ببینید اینا واحدشون پیکسل یا درصده که حالا از این طریق هم شما میتونید اونا رو تغییر بدید، پیکسل باشه یا درصد. از این بخش خب گفته متن جایگزین تصویر رو تعیین کنید. گفته در برخی موارد ممکن است تصویر به هر دلیل بارگذاری نشود، که ممکن است به دلیل کندی سرعت اینترنت و یا اشکال در نشانی تصویر و یا غیره باشه. در این صورت صفت Alt به جای تصویر به کاربر نمایش داده خواهند شد. این صفت میتواند به عنوان متن جایگزین برای تصاویر به هنگام خطا در بارگذاری استفاده شود تا کاربران در صورت عدم نمایش تصاویر از مفهوم عمل کرده هم باخبر شد. شکل 36 اینجا براتون آورده. اینجا من خدمتتون عرض بکنم تو این بخش. میتونید متن خودتون رو وارد بکنید. در صورتی که عکس بارگذاری نشد متن اونجا نمایش داده بشه. گفته که کادر دور تصاویر با صفت border تعیین بکنید. بعد در صورت نیاز سایر تنظیمات تصویر رو هم انجام بدیم. گفته که عملکرد هر یک از ابزارهای تعیین شده تو شکل 36 هم براش مشخص بکنید. بریم اینا رو ما یک بررسی بکنیم با هم دیگه. ببینید این بخش SRC یا همون سورس ما، حالا محل قرار گرفتن منبع تصویر تو کامپیوتر، این بخشی که اینجا مشخص کرده برامون، اینا این سه تا بخش برای تعیین شکل تصویر و تصویر با حالت‌های حالا چهار ضلعی، دایره و یا چند ضلعیه که با کلیک رو اون قسمت از تصویر یه پیوندی برام باز میشه. یعنی اگه من بیام اینو انتخاب کنم که مثلا حالا مربعی، دایره یا چند ضلعی بکشم، زمانی که کاربر میاد اینجا علامت موس براش تغییر شکل پیدا می‌کنه. زمانی که کلیک بکنه به یه پیوندی براش باز میشه. این برای اون زمان شما بخواید زمان کاربر روی قسمت تصویر کلیک کرد یه پیوندی براش نمایش شده بشه باز بشه. این برامون این قسمت ادیت مربوط به چیه؟ برای حالا ویرایش تصویر یا حالا دوربری، تنظیم نور و کارهای دیگه است. این WH ویتو هاید هم برای تنظیم ابعاد تصویر مورد استفاده قرار میگیره. خب این هم معبود میشه به صفت border برای تصویرمون. خب من اینو رفرش بزنم ببینید این هم صفت border‌مون بودش. اضافه کردیم. خب این هم که ما اضافه کردیم. خب خروجی هم که دیدیم.
گفته متداول ترین قالب های تصویری با حجم کم و سرعت بالای بارگذاری که وسیله طراحان وب استفاده می شوند را خب کتاب همراه هنرجو پیدا کنید. میشه گفت مثلا گیف پی ان جی جی پیگ ایکس آر یا وب پی. گفته به کمک همگروهی خود تصاویر لازم در تارنمای فروشگاه محصولات ام درج کنید. در این فروشگاه در صفحه آغازین تصاویر محصولات نمایش داده شود. می توانید تصاویر مدل را پوش ایمیج قرار دهید و استفاده کنید. خب هیچ چیز آکیه تو دکمه اسپلیت پنجره صفحه را در حالت نمای ترکیبی قرار دهید. در ناحیه کد در برچسب بادی برای ایجاد تصاویر ایمیج استفاده شده است. کد آن را بنویس و شکل کلی این عنصر را از کد استخراج کنید. خب بریم ببینیم این الان میشه گفت مثلا شکل کلی تگ ایمیج که عنوان تگش IMG SRC منبع یا جایی که حالا تصویر قرار داره، ویت عرض عکس و هایت هم که ارتفاعه و آلت هم که مربوط میشه اون پیغامی که زمانی که تصویر لود نشد برای کاربر نمایش بده. اینم باز به همین صورته. این بخش هم که ما تکمیل کردیم. گفته تارنمای قطعات سخت افزار راینر رو باز کنید، تصاویر مناسب رو در این تارنما درج کنید. هم مثل همین دقیقاً این کارو انجام بدید خودتون تو منزل. می‌رسیم به کارگاه 3، درج فیلم و صدا در وب. بسیاری از صفحات وب به پخش و اجرای پرونده‌های ویدیویی می‌پردازند. پویانمایی رو می‌توان به وسیله یک رسانه آنالوگ فیلم، تصاویر مترک به رسانه‌های دیجیتال مانند قالب‌های فلش و SWF روی صفحات وب قرار داد. گفته صفحه وبی رو که قرار است در آن پرونده ویدیویی درج شود و باز کنید. پرونده فیلم رو در پوشه به نام میدیا در ریشه تارنما ذخیره کنید. فیلم رو در صفحه درج کنید. گفته برای درج فیلم از مسیر منوی اینسرت HTML و HTML5 ویدیو دکمه به صفحه وب اضافه می شود. با کلیک روی آن و باز شدن پنل پراپرتیز در بخش سورس پرونده مورد نظر رو انتخاب کنید. گفته برای درج پویانمایی هم میتونید از منوی اینسرت گزینه HTML و فلش SWF استفاده کنید. من یک فایل رو یاد بکنم. اسم HTML. باز میخوام فایل HTML نه به اسم HTML. من اسم فایل ذخیره میکنم اینجا فایل را اشتیه میکنم. خب این هست اینجا، این هم تو نمای دیزاین. گفته بود از منوی اینسرت یه گزینه هست به اسم HTML و یه بخشی هم هست به اسم HTML5 ویدیو. من رو این کلیک میکنم. ببینید یه دکمه رو اینجا برای من اضافه کرده. زمانی که من روش کلیک میکنم میام تو بخش پراپرتیز به بخش های مختلفی دسترسی پیدا میتونم بکنم. یه بخشی گفته بخش سورس، یعنی اینجا منبع فایل خودم رو بذارش مشخص بکنم. ببینید اینو من آوردم این فایل ویدیویمو در کنار فایل HTML خودم قرار دادم. اگر شما این فایل در کنار فایل ویدیویتون در کنار فایل HTMLتون نباشه، یک پیغامی به شما میره مبنی بر کپی کردن اون فایل در کنار این فایل HTML که رو گزینه yes اگر خواستین کلیک کنید اونو میاره در کنار این فایل قرار میده. در غیر این صورت هم که این کارو انجام نمیده و در هر دو صورت هم فایل براتون پخش میشه. من اوکی میکنم و این فایل الان اینجا اضافه شد. خب بذارید من اینو خوبیشو ببینم. فایل این از فایل ویدیویی که من داشتم. بریم شکل کلی این تگم ببینیم. ما هم دیگه این تگ ویدیوه که یه بخش سورس داره که تو SRC مشخص میکنیم نام و پسوندش چیه. حالا تو چه مسیری کلن این بخش، این بخش همون بشی که
تو چه مسیری قرار گرفته، مسیر فایل رو براش مشخص میکنه. تو تایپ هستش که ما نوعش رو مشخص میکنیم که میگیم ویدیو، پسوندش MP4 میتونه OGG و وب ام هم باشه. ببینید یه سری حالا مشخصات یا صفت دیگه هم این تگ ویدیو میگیره به خودش. یکیش همین کنترلزه که این کنترلای پایین رو برای ما میاره. ببینید این آدیو خاموشه چرا، چون این ویدیو من صدایی نداره، اگه بود اینجا روشن میشد. این کنترله که باشه، شما این کنترلا رو روی این ویدیوی خودتون میتونید ببینید. بعد یه ویژگی دیگه ای که هست به اسم اوتوپلیه، این من ذخیره میکنم، زمانی که رفرش میکنم خودش به صورت حالا اوتوماتیک بار بعد اینو برام پخش بکنه. کنم به خاطر این هستی که کروم اجازه نمیده این خودش به صورت اوتوماتیک بار پخش بشه. نه اگه توی IE اجرا بکنم اینو فکر کنم بله، این به صورت اوتوماتیک خودش شروع میکنه پخش شد. صفت بعدیمون میتونیم بگیم حالا این ویته که برایش طول و عرضش رو میتونیم مشخص بکنیم، یا هایته که ارتفاعش رو میتونیم برایش مشخص بکنیم. گفته عنصر ویدیو یا تگ ویدیو در مرورگرهای فایرفاکس، اوپرا، کروم، سافاری و اینترنت اکسپلورر 9 به بالا پشتیبانی میشن. خب صفحه زیر به ذخیره گرفته، خب مشاهده کردیم. برای درج پرونده صوتی اون رو تو پوشه ساوند تو ریشه تارنما قرار بدین. گفته پرونده صوتی رو تو صفحه درج کنید. گفتم منوی اینسرت گزینه HTML و زیر منوی HTML5 آدیو رو انتخاب کنید. به این ترتیب عنصری به صفحه اضافه میشه که در مرورگر به صورت پخش کننده پرونده با دکمه های مورد نیاز دیده خواهد شد. روی دکمه دابل کلیک کنید تا پنجره پراپرتیز براتون باز بشه. اگر پرونده صوتی مورد نظر تو ریشه تارنما وجود ندارد میتونید قسمت سورس سایت کنید انتخاب کنید و رو حالا دکمه سایت رو کلیک کنید تا پرونده تو ریشه تارنما قرار بگیره. خب بذارید بدید من یه فایل صوتی هم وارد بکنم. insert مثل مسئله قبلی HTML و HTML5 audio. خب زمانی که این انتخاب میکنم باز میدونم تو بخش سورس اینجا منبع خودم رو میتونم انتخاب بکنم. این فایل صوتی باز در کنار این فایل HTML من هستش. من دابل کلیک میکنم و اینو وارد میکنم، سیو میکنم. میبینید این فایل صوتی اینجاست. من میتونم پلی بکنم فایل یا فایل رو حالا ماوتش بکنم یا میوتش بکنم. یه گزینه ای هم هستش اینجا به اسم لوپ، یعنی اگه شما اینو بزنید خودش به صورت اوتوماتیک وار تکرار میشه. بعد اینکه تمام شد این اوتو پلی هم که به صورت اوتوماتیک بار زمانی که شما صفحه رو باز میکنید پلی میشه. میوت هم که بکنید زمانی که صفحه لود میشه این به صورت موت هستش. بعد شما اون از موت خارج بکنید تا بتونید صدا رو بشه. کد اونم الان اینجا بهتون میگم یادداشت بکنید. بریم زمان کود. این به این صورت که تگ آدیو باز شده، بخش سورس داره، SRC اون محل یا جایی که فایل قرار گرفته رو براش مشخص میکنید، نوعش رو اومده اینجا براتون مشخص کرده که میگه آدیوه و پسوندش حالا MP4ه، MP3 اوز میخوام، که میتونه ویو یا OGG هم حالا باشه.